موفقیت تصادفی نیست، نتیجه کار سخت و تلاش هدفمندانه است و مهمتر از همه عشق به چیز است که انجام می دهید یا یاد می گیرید تا انجام دهید. سلام، با یکی دیگر از برنامه های فریختگان با من مهدی فقیرزاده خوش آمدید. امروز در برنامه خود جوان موفق و توانا و بااستعداد نقاش و رسام عبرت الله عقیل در کنار ما هستند. عبرت جان خوش آمدین به برنامه. میشه برای ما و برای بیننده های عزیز بیشتر خود معرفی کنیم؟ بسیار تشکر مهدی جان. سلام بر شما، سلام بر بیننده های عزیز و همچنان یک سلام خاص برای همکارای تکنیکی شما. عبرت الله عقیل هستم، در ولایت میدان وردک تولد شدیم و لیسه را در معهد الازهری تمام کردیم و بعدش نسبت شوق علاقه که داشتم دانشگاه رنا را انتخاب کردم و همچنان پوهنزه ژورنالیسم. فعلا محصل سمستر دوم پوهنزه ژورنالیسم هستم و خوشحال هستم در کنار شما هستم. آقای عقیل، سپاسگزار هستیم که دعوت ما را پذیرفتین و چی باعث شد که بر رسامی و نقاشی رو بیاریم؟ خب همیش از شوق علاقه نسبت به رسامی که داشتم، در دوران مکتب زیادتر کتابچه های نسبت به موضوع دیگر رسامی زیادتر بودن. خب بعدش رفتم در یک مرکز، خواستم نقاشی یا رسامی رو به شکل حرفه‌ای بیاموزم و باز رفتم شروع کردم دیگه تا همین اکنون به پیش میبرم. خیلی خوب. عبرت جان چقدر وقت در بر میگیره تا یک فرد به نقاش حرفه‌ای تبدیل شود؟ ببینین مهدی جان، اگر یک فرد میخواهد نقاشی یا رسامی بکنن، نیاز دارد تا شوق علاقه نسبت به نقاشی یا رسامی داشته باشد. اگر شوق نداشته باشه، اگر استعداد نداشته باشه، خب میتواند نقاشی بکنه ولی یک مدت زیاد را در بر میگیره. ولی اگر کسی شوق و علاقه داشته باشد، میتونه در ظرف یک سال به نظر من یک نقاش حرفه‌ای میشود. طور که شما گفتین نقاشی واقعا زمانگیر است، اما میخواهیم از تان بپرسم که در این بخش یا در بخش نقاشی و رسامی الگویتان کیست؟ در بخش الگو گفتین، خودم کدام الگوی خاص ندارم، ولی نقاشی هایی را که دوست دارم از استاد خودم است که استاد هلال هستن. نقاشی های از او را دوست دارم و میخواهیم اثرات مثل استاد هلال داشته باشم. خیلی خوب عبرت جان، انشالله موفق باشین. شما در کارهای هنریتان از سبک به خصوص استفاده میکنین یا که کارهایتان آزاد است؟ خب خودم بیشتر کارهایم آزاد است، کدام سبک خاصی ندارم، ولی بیشتر سبک را که خوش دارم سبک ریالیزم است که بیشتر تابلوهایم شما اینجا میبینین تمامش در سبک ریالیزم کار شده و همچنان طبیعت هم کار میکنم. در مجموع کارهای هنریتان تا اکنون رسامی و نقاشی تخیلی داشتین؟ نه خیر، تا به حال کدام تابلوی تخیلی خلق نکردیم، ولی شوق دارم که یک روز بتونم خلاقیت کار بکنم و باید یادآور شم که خلاقیت کار آسان نیست. اگر یک فرد بخواهد یک تابلوی خلق بکنه که تخیلی باشه، بسیار استعداد و همچنان بسیار انگیزه ضرورت داره. خب تا به حال کدام تابلوی تخیلی خلق نکردیم. قسمی که پیشترم یادآور شدم، بیشتر کارهایم سبک ریالیزم هست، ولی در آینده خواستاری هستم که بتونم تخیل که هم کار بکنم. عبرت جان، ای هنر را که ایجا آوردین با خود چقدر وقت در بر گرفت تا تکمیل شوه و توسط کدام رنگا کارش کردین؟ بر ما بیشتر توضیح بدین دربارش. خب قسمی که میبینین این مکان یکی از جاهای ترکیه هست و در یک تصویر دیدم دیگه خوشم آمد و خواستم میره نقاشی بکنم و همچنان در وقت نقاشی کردن خواستم یک نواری داشته باشم که کراچی که شما میبینین
یکی از فرهنگ‌های افغانستان هست و خواستم این کراچی رو دیگه اضافه بکنم تا یک نوآوری شود. عبرت عزیز، هر کس در زندگی خود دوست می داشته باشم و دوست و همراز شما در زندگی کیست؟ ماشاءالله دوستا خود زیاد هستن، ولی دوست نزدیک یا همرازم حبیب الله عقیل است که بیشتر اوقات ما با هم دیگر می باشیم. خیلی عالی. شما در خانواده چند نفر هستین و عضو چندم خانواده است؟ بسیار خوب. خب در فامیل 12 نفر هستیم و خودم عضو هشتم خانواده هستم. خیلی خوب. دوستای عزیز، رسیدیم به بخش دوم برنامه و در این بخش سوالات کوتاه پاسخ از عبرت جان میپرسیم. عبرت جان با کارت سرخ و سبز بر ما نشان میدن. عبرت عزیز، آیا تا به حال لط خوردی؟ بله، از دوران طفولیت از پدر جانم بسیار زیاد لط خوردی. بسیار خوب. عبرت جان، انسان از والدین خود بعض اوقات در دوران طفولیت لط میخورد تا که سرزنش نشیم، به این جایگاه و به این مقام نمیرسیم و آنها هستند که متوجه میسازند ما را که برای اشتباه نریم. و سوال دوم از این است که ما چوکی متعلمی را سپری کردیم و حتما چوکی متعلمی شوخی دارم. من از خودت میخوایم این گونه بپرسم که گاهی از مکتب هم فرار کردی؟ بله، از مکتب فرار کردیم. یک گپ واضح است، یک گپ طبیعی است که هر کس از مکتب یک دو بار فرار میکنه، ولی ما زیادتر اوقات از مکتب فرار میکردم، ولی نسبتا کار خوبی نیست. در دوران مکتب باید فوکس سر درس باشه. بله عبرت جان، واقعا دوره مکتب پرخاطر است و همیشه وقت به یاد ما میمونه. عبرت جان، تا به حال در دوره تحصیلی شوخی کردی که کس اذیت شده باشه؟ بله، بسیار اذیت کردیم و خوش دارم دوستا یا همسنفی ها را به طور شوخی اذیت بکنم. خوشحال شدم که دعوت ما را پذیرفتین. رسیدیم به لحظات پایین برنامه. اگر کدام پیام داشته باشین، کمره های ما در خدمت شماست. بسیار زیاد تشکر. پیام ما به نسل جوانی است که تلاش بکنیم، زحمت بکشیم و دست هم دهیم تا این کشور رنج دیده و درد دیده را آباد بسازیم. جهان سپاس. دوستا، رسیدیم به لحظات اخیر برنامه. تشکر از اینکه تا این دم با ما بودین. تا فرهیخته دیگر، بدرود.